با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه پویش خوش آمدید. باز هم خبر اعدام، این بار ریحانه جباری، دختر جوانی که در 19 سالگی به احتمالی جرمی رو مرتکب می شود، جرمی به نام قتل. در میثاق قضایی جمهوری اسلامی برای این گونه از جرایم قانونی وجود دارد به نام قصاص، ترجمه دیگر آن انتقام نام دارد. حیطه‌ای که از قدرت اجرایی قوه قضایی خود را خارج می کند و شهروندان کشور را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. امری که جوامع به مدنیت رسیده، جوامعی که توانستند خود را از انتقام در حیطه قضاوت، داوری و اجرا رها کنند و داوری، قضاوت و اجرای قانون رو در اختیار نهادی مستقل قرار بدهند، به میمنت نظام جمهوری اسلامی این قانون امروز در واقع سایه افکنده بر زندگی شهروندان ایران. اعدام ریحانه جباری عواطف همدلانه بسیاری را خدشه‌دار نمود. کمتر کسی باور می‌کرد که ریحانه را اعدام کنند، زیرا نهادهای حقوق بشری چه در سطح داخل ایران و چه در سطح بین‌المللی و همچنین نهادهای سیاسی همه متوجه این ماجرا شده بودند و به دفاع از حق حیات نشسته بودند، حق حیات ریحانه جباری. اما این اتفاق می افتد و ریحانه جباری اعدام می شود. خبر شومی بود برای بسیاری که در اتاقها و در سلولهای هول و انتظار نشستند. مایلم بر بنیاد این اتفاق تلخ بحثی رو در حیطه قانون قصاص و همچنین قوه قضاییه و نگاهی هم به درون پرونده ریحانه جباری بیفکنیم. بحثی رو با وکیل پایه که دادگستری آقای نقی محمودی داشته باشیم. آقای محمودی بسیار خوش آمدید. ممنون از دعوتتون. من هم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض دارم. نمیدونم، شاید بهتر باشه ما از خود پرونده ریحانه اول آغاز بکنیم و بعد به موضوعات جامع‌تری بپردازیم، یا اینکه اگر نظر شما این هست که ما از موضوعات کامل‌تر آغاز بکنیم. پرونده ریحانه جباری چه بود؟ چگونه این پرونده ساخته، پرداخته و بعد به داوری، در واقع داوری قاضی منجر میشه؟ من بیشتر دوست داشتم که موضوع رو به شکل کلی و عام‌تر نگاه کنیم. نه، فقط مایل هستم که یک نگاه کلی به همین پرونده بیفکنیم و بعد حتما مایل هستم که روی موضوعات مفهومی مثل قانون قصاص و غیره اشاره داشته باشیم. به هر حال اون چه که طبق اظهارات وکلای خانم ریحانه جباری در مطبوعات و رسانه های اعلام شده، ریحانه در 19 سالگی زمانی که با مقتول مرتضی سربندی در آپارتمانی بوده، به وسیله چاقویی که داشته اونو مضروب میکنه و
یک یا دو روز بعدش دستگیر میشه و چاقو هم از زیر تختش کش میشه. حالا ادعاهایی شده که این ضربه که منتهی به قتل مقتول شده در اثر دفاع مشروع بوده، موضوعی که در تمام قوانین کیفری کشورهای دنیا موجود هست و شاید بشه گفت که مقررات اون هم به نوعی کپی برداری شده از یکدیگر هست با تفاوت‌های جزئی. و خب شرایطی داره این دفاع مشروع و اینکه احراز اون شرایط هم گاه به حدی سخت و غیر مطلق هست که بعضن قضات با سابقه را هم دچار اختلاف نظر میکنه. موارد زیادی بوده نه تنها در ارتباط با پرونده ریحانه که خب در این مورد تقریبا قضات اتفاق نظر داشتند بر مجرمیتش، ولی تو پرونده های دیگری بوده که قضات دادگاه های کیفری یا حتی دیوانان کشور اختلاف نظر داشتند. عده‌ای اعتقاد داشتند که مثلا عملی که قاتل انجام داده اون عمل مجرمانش در مقام دفاع مشروع بوده و تعدادی از قضات اعتقاد برعکس داشتند. به هر حال مطالب زیادی مطرح شده، اینکه بحث آشنایی قبلی ریحانه با مقتول مطرح بوده، اینکه برای اولین بار نبود که با ایشون مراودت داشته، ظاهراً یه مدتی بوده، حتی بحث اختلاف بین قاتل و مقتول هم مطرح بوده، بحث ارسال اسمس از طرف ریحانه به دوستش مطرح است که در اون دو روز قبل از قتل میگه که بالاخره میکشمش. به هر حال اینها مسائلی هست که طبیعتاً ما رو که نتونستیم پرونده رو بخونیم و این اطلاعات یا از طریق رسانه ها بوده و یا از طریق وکلایی که دخیل در این پرونده بودند، مداخله داشتند، از طریق اونها اعلام شده، طبیعتاً کفه ترازو رو گاه به طرف مقتول و گاه به طرف قاتل سنگین میکنه و به قطع یقین و به ضرس قاطع نمیتوان گفت که آیا عمل ریحانه جباری مصداق ماده 61 قانون مجازات اسلامی که قتل در مقام دفاع مشروع هست رو داره یا نداره. ولی اساس مطلب و اساس انتقادی که حقوقدان‌ها دارند و خوشبختانه این از اول انقلاب هم بوده، یعنی زمانی که لایحه قصاص توسط آقای بهشتی مطرح میشه، بسیاری از حقوقدانان که بیشترشون هم از هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری بودند تحسن میکنند و این لایحه رو لایحه غیر انسانی میدونند. همون حرفی که شما گفتیم، بحث انتقام رو بیش میکشن اینجا. طبیعتاً بحث قتل به عنوان یک جرم طبیعی، جرمی که در اکثر نگیم در تمام قوانین مجازات کشورهای دنیا به عنوان جرم شناخته شده، مجازات هایی هم داره. در بعضی از کشورها مجازات اعدام داره، حتی در وضعیت فعلی در بعضی از ایالت های امریکا این عمل مستوجب مجازات اعدام هست، منتها به شیوه های مختلف، یا از طریق شوک الکتریکی یا از طریق تزریق سم. ولی هم اینجا دو مسئله مطرح هست، یکی این که مخالفت با مجازات اعدام هست که این تقریبا میشه گفت که بین حقوقدانانی که خودشون رو از بار ایدئولوژیک رهانده‌اند که کم هم نیستند به
و اتفاق نظر هست در این مورد که برای هیچ جرمی نباید مجازات اعدام وجود داشته باشه. یکی مخالفت بر سر بحث اعدام هست و مخالفت دوم با بحث قصاص هست. بحث قصاص از این نظر قابل انتقاد هست که اگر جرمی در جامعه باعث اخلال در نظم جامعه شده، طبیعتاً وقتی در جامعه جرمی اتفاق میفته افکار عمومی جریحه دار میشن، یه ترسی فرا میگیره، دیگه از حیطه خصوصی بیرونه، بیرون میاد، یعنی افراد دیگر رو تحت تاثیر قرار میده، یه عده احساس امنیت نمی کنند، یه عده میترسن کوچه برن، خیابون برن، و به نوعی اخلال در حتی زندگی روزمره مردم پیش میاد، مخصوصا شهرهای کوچیک. به همین خاطر حقوقدان‌ها و مکاتب جزایی معتقدند که جامعه در قبال این اخلالی که در نظمش به وجود اومده باید از خودش دفاع بکنه و این دفاع با اعمال مجازات هستش. اما از طریق یک نهادی مانند قوه قضاییه میبایستی این دخالت صورت بگیره، حتی اجرای حکمش، نه اینکه این رو تعویض بکنن، قدرت در واقع حیات یک انسان رو تفویض بکنن به خانواده ها. دقیقا بحث منم بر همین مسئله هستش، یعنی اگر نظم جامعه در اثر ارتکاب یک قتل مختل شده، اینجا نمیشه ترمیم اون رو و اختیار ترمیم یا عدم ترمیم اون رو داد به دست خانواده مقتول که اولیای دم بخوان این شخص رو قصاص بکنند و یا اینکه ببخشند و اون آزاد بشه. بالعکسش هم داشتیم، ما نمونه هایی داشتیم از قتل، حالا از طریق تصادفات رانندگی یا غیره، که شخصی که مرتکب جرم شده دارای ثروت، مکنت، موقعیت های خاص و ویژه در واقع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، توانست حیات خود رو با پول بخره، یعنی بنابراین تنبیه هم باز در کار نبود برای جرمی که اتفاق افتاد. این نمونه هم داریم طبیعتا، ولی وقتی که من هرچند که با اساس مجازات اعدام مخالفیم، چون در هر دو مورد زندگی فردی سلب میشه ازش، چه به طریق قصاص چه به طریق اعدام، ولی حتی اگه بخوایم در مقام مقایسه و سبک سنگین کردن ضررها و منافع هر کدام حالا به شکل نسبی بررسی کنیم، حداقل اونی که مجازات اعدام نسبت به این منطقی تر به نظر میرسه، چون که اونجا تشخیص یا در حقیقت اجرای حکم رو به دست خانواده مقتول نمیدن و اگه دادگاه تشخیص داده که فرد مستحق مجازات هست، این اعمال مجازات از طریق دولت انجام میشه و اگه قرار باشه که از مجازات معاف بشه، اون هم باز از طریق دادگاه هستش، یعنی خانواده مقتول این اجازه رو ندارن و به نوعی بحث قصاص همونطوری که شما هم گفتین بحث انتقام رو پیش میاره. یعنی در واقع در اینجا یک پدیده عجیبی شکل میگیره، مقتول و خانواده مقتول پس از مدتی تبدیل به قاتل میشن. طبیعتاً مخصوصا زمانی که خودشون حاضر میشن در صحنه قتل و حالا اون چارپایه رو یا یه آلت دیگه‌ای که باعث میشه که اون تناب دار سفت بشه بر گلوی مجرم، طبیعتاً یعنی اینها خودشون هم به نوعی قتل انجام میدن، حالا هرچند این قتل رو قانون مشروع میدونه ولی قتله. یه نکته خیلی مهم شما بهش تو صحبتتون هم اشاره‌ای داشتید، اینکه هیچ کدوم از این اتفاقات و این جرایم در حیطه خصوصی باقی نموند، عملا تبدیل به یک موضوع اجتماعی شد.
نوعی عواطف اجتماعی رو با خودش همراه ساخت، چه موافق چه مخالف. رسانه ها به دلیل اینکه موضوع سیاسی نیست این امکان رو دارن برای پرداخت به مسئله و ایده‌ای هم خب ازش برهای خاص خودشون میبرن. بنابراین موضوع اجتماعی خواهد شد. عواطفی همدلانه با مقتول، عواطفی همدلانه با قاتل یا کسی که جرمی مرتکب شده، متهم به جرم هست، اعدام رخ میده. از این به بعد یک فرایند دیگه آغاز میشه. به طور نمونه الان برای خانواده سربندی نگاه اجتماعی به خانواده سربندی که به هر حال مهم نیست در صحبت ما که عضو وزارت اطلاعات بود نبود، هر آنچه که بود به هر حال قتلی صورت گرفته، اینا عزیزشون از دست دادن، مجموعی از انسانها که کم هم نیستن تقابلی رو در مقابل این خانواده به وجود دارن میارن. بنابراین از اون حیطه خصوصی خودش بسیار گسترده تر پا رو به یه حیطه اجتماعی و تقابلات اجتماعی کشونده. این یه فرایندیه که چون شما در ایران کار کردید و شاهد این گونه از اتفاقات بودید، شاید بتونید برای ما بازتر بکنید که بینندگان ما متوجه بشن این گونه هم نیست که قانون قصاص تنها اختصاص به دو خانواده و به دو شخص داشته باشه. طبیعتا اینجوریه، مخصوصا در تهران که به نوعی رسانه ها بیشتر فعال هستن، مرکزشون اونجا هستش. در پرونده هایی که به نوعی بحث پیچیده است، مخصوصا پرونده قتل که حوزه در حقیقت تمایل اشخاص زیادی رو به خودش میکشه که بیان کنجکاوی بکنن که قضیه چجوری بوده، تا چه حد قاتل در انجام اون قتل مشروعیت داشته نداشته، مقتول آیا تقصیری داشته در این میان نداشته. و معمولا حتی در ایران برخلاف پرونده های سیاسی که یا خبری از اون اصلا درج نمیشه و یا خبرهای کنترل شده از طرف وزارت اطلاعات به شکل کاملا رسمی و دیکته شده به رسانه ها ارسال میشه که مجبور هستند که اون رو واو به واو بنویسند و حق هیچ گونه دخل تصرف و تفسیر یا جرح و تعدیل رو ندارن. این نوع پرونده های قتل یا کلاهبرداری یا پرونده های از این دست که به نوعی حس کنجکاوی مردم رو به همراه داره، یه موجی رو ایجاد میکنه و این موج خب ممکنه که یه عده رو پشت سر خودش همداستان با قاتل بکنه، یه عده دیگه رو همداستان با خانواده مقتول بکنه، یه عده قاتل رو به عنوان شخص قهرمان در نظر بگیرند و یه عده مقتول رو به عنوان شخص مظلومی که کشته شده. یعنی یه زمینه هست برای طرح این موضوع و طبیعتاً پرونده هایی که خب تعدادشون هم خیلی زیاد نبوده ولی به نوعی مطرح شده در مطبوعات داخلی ایران و سپس در اثر مصاحبه ها یا ایجاد کمپین هایی کشیده شده به مطبوعات خارجی، اینها احساسات مردم اون کشور رو که هیچ، بلکه حتی احساسات مردم کشورهای دیگر رو هم به خودش جلب میکنه و مردم به نوعی هم داستان میشن با این مسئله، تعقیب میکنند و نگران سرنوشت پروندند، یه عده نگران این هستن که مبادا قاتل اعدام بشه. ولی به هر حال اون چه که قطعی به نظر میرسه این هست که
اسطوره سازی یا قهرمان سازی از یک فرد هم به نظر خیلی افراطی به نظر میاد. یعنی گاه حالا بحث پرونده ریحان جباری نیست، شاید در پرونده های دیگه هم به نوعی این اعدام رو یا سردار رفتن رو مقایسه میکنن با بحث منصور حلاج که راحت ادامه دارد. یعنی ولی این اتفاق این کمتر در رابطه با در واقع این نوع در این گستره خودش کمپین ها کمتر در رابطه با اعدام های سیاسی رخ میده متاسفانه. یک دلیلش شاید به خاطر اینکه آنها از درون سانسور میشن و در بسیاری از موارد نهادهای بین المللی هم دفاع خاصی ندارن، چون اگر فرض کنیم شخص محکوم به اعدام عضو یکی از سازمانهای مسلح باشد، هیچ کدوم از نهادهای حقوق بشری آنچنان پای دفاع نمیرن، یا پارلمان اروپا و غیره، و کمپین هایی که در درون هم برای کیس های اینچنینی تشکیل میشه قادر نیستن به دلیل خفقان در جامعه و عدم امکان آزادی بتونن از این کمپین ها دفاع بکنن. بنابراین قیاس همونطور که شما گفتین بعضی وقتا میتونه یه مقداری نارفقانه نسبت به کیس های سیاسی باشه، که نمونه هاش هم کم نداشت. اما بخواستم بگم دکتر نقی محمودی در فعلا در مرحله دکترا هستید. نقی محمودی سالها در ایران وکیل بودن، سالها در ایران کار کردن و به بنا به دلایلی مجبور به پذیرش تبعید شدیم. بنابراین تجربه آن سو رو داری، تجربه این سو در دفاع از در واقع کمپین های حقوق بشری رو هم همراه داری. آیا ما دوچار اشتباه میشیم در دفاع از رویدادهای اینچنینی؟ آیا ما به تفریط بعض وقت روی میاریم؟ آیا چون این بحث از درون کشور گاه گداری نجوا میشه که اگر بگذارید در درون دادگاه موضوع انجام بشود، به فیصله پیدا بکند، امکان نجات هست در چارچوب اون امکاناتی که اون قانون انتقام یا قصاص در واقع برپا کرده، یک وکیل امکانات منور محدودی داره. هرچند به محض اینکه موضوع رو رسانه‌ای میکنند شرایط دگرگون میشه. به نظر من البته رسانه‌ای کردن بسیار مفیده، اما شاید شما چون با مشکلات و پیچیدگی‌های هر دو سو آشنا هستید بتونه کمکمون کنین که و به ما بگید حد و مرز این رسانه‌ای، حد و مرز برخورد به چنین پدیده‌هایی چگونه باید باشه که شمایی که در ایران در دادگاه حضور دارید، دارید از دلارام ها دفاع میکنید، از سکینه ها دفاع میکنید، از ریحانه ها دفاع میکنید، قادر باشید جان آنها رو نجات بدید، خود رو جایگاه در اون جایگاهی قرار بدید که بودید، چه حد و مرزی براش خواهید، چگونه باید کار کرد؟ به نظرم قبل از اینکه بپردازیم به بحث رسانه و انعکاسی که در رسانه ها هست در این مورد، یک گریزی باید بزنیم به این بعض از همکاران ما که بعضن احساس میشه که اون حس مسئولیت و یا وجدان کاری که لازم هست به دور از حب و بغض و به شکل حرفه‌ای انجام بدن از اون غافل میشن. یعنی همکاران حرفه‌ای خودتون؟ بله، از وکلا. من به عنوان مثال بیان که نامی بیارم، از وکیل میخوام یاد ببرم که من تو شهر خودمون تبریز میشناسم، وکیل مسنی هستش، 30 سال هم قاضی بوده و تبحر ایشان در 4 نوع پرونده است، یکی پرونده های مواد مخدر، یکی قتل و دیگری زنا و لواط. متاسفانه ایشون یه تکیه کلامی دارن که من واقعا و
وقتی میشیندم مو بر تنم راست میشد که این آقا که 30 سال قاضی بوده و الان چندین سال وکیله چجوری میتونه شب به راحتی سرش رو بر بالین بذاره و بخوابه. ایشون میگفتن که وکیل مثل مردشور میمونه و هیچ مسئولیتی براش نیست که این موکلی که وکیل نشسته جهنم بره یا بهش بره. وقتی چنین روی کرد و نگاهی به قضیه باشه و از سوی دیگه مثل بعضی از وکلا بحث شهرت طلبی و جاه طلبی و به نوعی بر سر زبون اومدن اسم اولویت پیدا بکنه بر اصل دفاع، یه مشکلاتی پیش میاد که این مشکلات متاسفانه غیر قابل دفع میشه. یعنی مثل یک سیلی هست که جریان پیدا میکنه و راه میفته و هیچ مانع و راده‌ای نمیتونه اونو متوقف کنه. و بعضی از وکلا متاسفانه اینجوری هن. خود کیس، خود پرونده و دفاع از موکل براشون در مراحل بعدی هستش. در مرحله اول این مسئله مطرحه که به نوعی نام اینها در روزنامه ها مطرح بشه که فلان آقا یا فلان خانم وکیل فلان پرونده جنجالی بوده و اون حس جاه طلبیشون به نوعی ارضا بشه. این البته خیلی جهان شموله، یعنی میدونیم به ویژه مثلا در آمریکا سوداگری، در وکالت و سوداگری درسته یک رابطه خیلی چیز دارن که اتفاقا فیلمی هم برای این اساس وکیل شیطان آل پاچینو بازی کرده بود. مبینه وقتی گفتیم که اون وکیل پیر، اون جمله رو ازش گفتید اتفاقا من یاد همین فیلم وکیل شیطان انداخت، درست مانند پزشکانی که دانش پزشکی که قرار بود برای نجات جان انسان باشه به عنوان یک دانش سوداگرانه امروز حتی در ایران استفاده میشه. آنجایی که وجدان کاری، وجدان دانش خودش رو در اختیار سرمایه، پول، شهرت و منافع میگذاره. نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی شما معتقدید این یک مانع هست، خودش یک وسیله است که تأثیر میگذاره روی روند دادگاه طبیعتا. و اینکه بعضی وقتها دفاع نادرست پرونده رو از مسیر نرمالش خارج میکنه و وقتی پرونده از مسیر نرمال خارج میشه برگرداندن اون به مسیر اصلیش خیلی سخته. مثلا در ارتباط با همین پرونده ریحان جباری، من از اظهارات یکی از وکلاش اینو در حقیقت جمله‌ای که خودش صریحا نوشته بود توی جایی گفته بود که خب اگه این ادعا رو نمی کردیم باید چیکار می کردیم؟ ادعای تجاوز. ادعای تجاوز و دفاع مشروع. بله. در حالی که شما وقتی وارد این مقوله میشین دو تا نتیجه معمولا محتوم و قطعیه. یکی این که دادگاه بررسی میکنه و اینجوری هم نیست که بگیم که کل دستگاه قضایی ایران همشون رشوه میگیرن، همشون تحت تأثیر حاکمیتن، همشون تحت تأثیر اداره اطلاعاتن. من خودم شخصا میشناسم قضات واقعا شریفی که هستند و به دور از این فشارها هستند و منتهی میشه پرونده به صدور حکم محکومیت. از طرف دیگه وقتی بحث تجاوز مطرح میشه و پرونده انعکاس گسترده‌ای پیدا میکنه، در این مورد احتمال اخذ سازش از خانواده مقتول هم غیر ممکن یا خیلی سخت میشه، چون حیثیتی میشه، حیثیت اونها هم بالاخره زیر سوال میره. یعنی حتی اگه این پرونده یا به اون شکل دفاع نشه یا به شکل گسترده رسانه‌ای نشه، امکان اون هست. البته من اصل رسانه‌ای شدن رو چیز منفی نمیدونم،
مثبته به نظر من. مثبته. برای همین فقط اون مرزهای این رسانه‌ای شدن برای دقیقاً. یعنی این مرزها کجاست؟ یعنی وقتی ما میایم در خارج کشور یک کمپین درست میکنیم، این کمپین ما میبایستی کدام سویه رو مورد توجه قرار بده؟ یعنی اگر همونطور که شما گفتین از یک مجرم بخوایم یک قهرمان اسطوره‌ای بسازیم، خب اغراق همیشه میتونه تأثیر بخش باشه، مبالغه میتونه تأثیر بخش باشه، اما در ادبیات، در شعر، در سیاست میتونه نتایج گاه بدی به بار بیاره و این تبدیل به یک عادت بشه و ما رو از برخورد به وقایع جدیتر اون وقت ما رو با مشکل مواجه بکنه. یعنی وقتی به زندانی سیاسی مشخصی میرسیم اون وقت دچار مشکل بشیم برای کمپین درست کردن ها و جلب حمایت بین المللی. ولی یه بخش دیگه هم قضیه این بحث کمپین ها یا در حقیقت دفاع یک جانبه از یکی از طرفین پرونده هست که بیشتر از سوی افرادی صورت میگیره که متاسفانه هیچ گونه اطلاعات حقوقی ندارن و ورود به حوزه‌ای که یک حوزه کاملا تخصصی هستش طبیعتا زیانبار خواهد بود و متاسفانه خب یه عده هم برای خودشون مثل جنرال های کره شمالی که از فرق سر تا نوک پا مدال های مختلف آویزون میکنن، میبینین که یک فردی همزمان هم هنرمنده، هم فعال سیاسیه، هم فعال حقوق بشره، هم فعال حقوق زنانه، هم فعال حقوق کودکه و عناوین و القابی که خیلی راحت به خودش بذل و بخشش میکنه و با اینکه خب خیلی از اونها حتی الفبای حقوق رو نمیتونن، چه برسه به اینکه فعال حقوق بشر باشن یا فعال حقوق کودک باشن. و اینها چون از دور دستی بر آتش دارند و متاسفانه در بعض مواقع که همون حس جاه طلبی که بعضی از وکلا دارند در اینها هم رخنه بکنه، یه بازی برد بردی رو آغاز میکنن. یه جاده یه طرفه رو میرن، اگه قاتل اعدام بشه اینا میگن ما تلاشمون رو کردیم، منتها مسئله اصلشونه که اون حس شهرت طلبیشون ارضا بشه، حتی همه رو نمیگن ولی هست این مواقع. اگه هم نتیجه بده، حالا در اثر فشارهای سازمانهای بین المللی یا فشاری که به نوعی به جمهوری اسلامی میاد و مجبور میشه تم بده به این که حتی خانواده مقتول رو زیر فشار بذاره که گذشت بکنن و رضایت بدن، اینها اینو به حساب خودشون مینویسن که ما تلاش کردیم و این شد. یعنی همون حسی که اون وکیل پیر همشهری ما داره که ما مرده رو میشوریم، حالا دلش میخواد بره جهنم یا دلش میخواد بره بهشت. ولی اگه به مسئله مسئولانه نگاه بکنیم، از یک طرف جان اون فردی که مرتکب جرم شده رو در نظر بگیریم، از طرف دیگه حیثیت خانواده مقتول و همین که یک عزیزی رو از دست داده، به دور از تعلق، چون موضوع سیاست نیست در وهله نخست، موضوع سیاست موضوعی است که من و شما فعال حقوق بشر علیه قانون اعدام و قصاص اون رو به کار میگیریم، در کلیت خودش باش داریم مبارزه میکنیم و خواهیم هم کرد. ولی وقتی به کیس مشخص میرسیم، موضوع در واقع حقوقی مشخصی است که باید مورد مداقه قرار بگیره. مهم نیست که مقتول خامنه‌ای بوده، نمیدونم فلان مزدور اطلاعاتی بوده یا غیره، مقتول بوده، میبایستی قانون و عدالت در مورد همه به درستی قضاوت بکنه، بی‌طرفانه قضاوت بکنه و ما هم که این سوی نشستیم فکر کنم میبایستی نباید به خودمون این حق رو بدیم که بخواهیم در واقع از این ابزار استفاده بکنیم در قضاوت داوری. نگاه ما میتونه نگاه ضدیت با اعدام باشه، ضدیت با قانون قصاص باشه،
اما در همون چارچوبی که برای فعالیت‌های حقوق بشر دوستانه خود قائلیم، نه در تحت عنوان اینکه داوری ما داوری است حقوقی در چارچوب قانون قصاص. دقیقاً شما به نقطه خوبی اشاره کردیم. من اتفاقا می‌خواستم یه مثال دیگه هم خدمت بینندگان عرض کنم و اون هم که پرونده امیر اصلانی بله طی هفته های گذشته به سرانجام رسید و اونو اعدام کردن. اگه بحث بر سر این هست که به صرف این که سربندی مثلا یک زمانی مأمور وزارت اطلاعات بوده و خواستن که اعمال نفوذ بکنند، من حداقل از این نظر این ادعا رو میتونم رد بکنم. کل اون قضاتی که در پرونده ریحانه نظر دادن بلا استثناء همشون بر مجرمیت ریحان نظر دادند. اگر بحث این هست که مقتول اطلاعاتی بوده و میخواستن اعمال نظر کنن، پرونده امیر اصلانی که خود وزارت در حقیقت شاکی پرونده است و خود حاکمیت شاکی اون پرونده است و اتهامات بله و اتهامات زیادی هم بهش در حقیقت وارد کرده بودن، حتی بحث تجاوز به عنف بله. یکی از اتهاماتی بود که در برخی از دادگاه رد شد. بله همین رو خواستم عرض کنم، یعنی بعضی از شعب دیوان عالی کشور امیر اصلانی رو از این اتهام تبرئه کردند در پرونده‌ای که اطلاعات پشتش وایستاده بود و شاکی و مدعی اون پرونده اطلاعاتی بود. اون کلا پرونده اطلاعاتی صرف بود و اونو اعدام کردم به خاطر اینکه گفته بود که یونس داخل شکم ماهی نبوده و این ادعای درست نبود. یعنی اساس اعدام اون فرد بر اساس این بوده، ولی اتهامات دیگه‌ای که و معمولاً اداره اطلاعات برای تخریب شخصیت فعالین سیاسی معمولاً در آستین داره و به اونها وارد میکنه و سعی میکنه از یک جاهایی به نوعی بحث رابطه نامشروع و اتهاماتی از این قبیل رو وارد بکنه، این اتهام رو قضات رد کردن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که تمام 4000 نفر یا بیشتر از اون قاضی که در جمهوری اسلامی هستن همشون مزدور هستن و همشون تحت فشارن. حداقل به عینه اینو دیدیم و در یک زمان در حقیقت کوتاه، یعنی چند هفته قبل این اتفاق افتاد و پیشینه کیفری یا شناسنامه زندان امیر اصلانی هم اومد بیرون که اونجا مشخص بود که از اتهام زنای به عنف تبرئه شده. به همین خاطرم حالا بعضن ادعاهایی هم که مطرح میشه و سعی میکنن که قضیه رو سیاه و سفید نگاه کنند، این ادعا درست نیستش. حتی اگر تو اون پرونده رئیس اداره اطلاعات، حتی وزیر اطلاعات یا از اون بزرگترش هم بود، ما نمیتونیم در اون پرونده‌ای که بحث قتل هست اون حب و بغض‌ها رو به کار ببریم و سعی کنیم پرونده رو از مسیر اصلیش خارج بکنیم و بگیم که چون مقتول یک زمانی کارمند وزارت اطلاعات بود، قضات به خاطر اون قاتل رو محکوم کردن. من فکر میکنم اگر کمپین ها، رسانه ها، به ویژه در برون مرز، چون از یک زبان و از یک ادبیات متفاوتی برخوردار هستند، از امکانات متفاوتی هم برخوردار هستند، خود رو در حیطه چارچوب اون قوانین قرار ندن، بلکه بر روی چند اصل که بهش باور دارن و برایش کمپین ها رو ساختن تکیه بکنن، مثل نفع اعدام. هرگاه اعدامی در پیش بود کمپین برای نجات جان، وارد اینکه کی حق دارد کی حق ندارد شدن موضوع دیگری است که یک بخش جنبه حقوقی داره، بخش دیگرش نیازمند اطلاعات دقیق تری هست. بنابراین من فکر میکنم در حوزه داوری ها نباید نشست در جزئیات، بلکه در این داوری باید خود را قرار داد که ما برای حق حیات
تلاش میکنیم. اعدام پاسخ در واقع پاسخی برای انسداد جرایم در جامعه نیست، پاسخی برای رها شدن از دردها و مشکلات نیست، قطع یک ریشه است و با خود زخمهایی رو بر بدن جامعه می نشونه. به نظرم اگر کمپین ها این گونه خود را قرار بدن، خود را خلاص می کنن از یک سری مشکلاتی که ما می بینیم اینجا با آنجا دوچارش هستن. حال در برنامه دیگه هم شاید لازم باشه برخی از این کمپین ها رو ما و نمایندگان سخنگویانشون رو بیاریم و با هم صحبت جامعه تری در این زمینه داشته باشیم. دقایق آخر برنامه است. من مایل هستم که به نقش قانون در جمهوری اسلامی، تا چه حد قوانین جمهوری اسلامی امکان تغییر درشون وجود داره، یعنی آن شمایی که به عنوان وکیل در ایران مبارزه میکنی، در دو سو، یک مبارزه که روزمره در دادگاه بر سر این کیس ها این کیس دارید، یک مبارزه دیگر برای تغییر در واقع قوانینی که مانند قصاص که اون رو جایز با مدنیت انسان معاصر نمیبینید، تا چه حد امکان تغییر و تحول این نوع از قوانین در این چارچوب جمهوری اسلامی وجود داره؟ متاسفانه خوشبختانه من اصلا خوشبین نیستم به اینکه در چارچوب جمهوری اسلامی و حفظ موجودیت جمهوری اسلامی قوانین مخصوصا در حوزه قانون مجازات اسلامی تغییر پیدا بکنه، چون که اعتقاد بر این هست که قوانینی که مبنای شرعی داره اینها ماهیت ازلی و ابدی دارند و غیر قابل تغییر هستند و قصاص یکی از اونها و قصاص یکی از اونها هستش، مخصوصا این که در قرآن هم اومده. یعنی تا زمانی که ما با حاکمیت هایی که به نوعی ایدئولوژی در اون تنیده شده از هر نوعش باشه مواجه هستیم، امکان تغییر قوانین مخصوصا قوانین ریشه داری مثل قصاص امکان پذیر نیستش. من حالا این خوشبینی رو ندارم چون که هیچ دورنمایی نیست، هیچ افقی نیست برای اینکه این تغییر صورت بگیره. یعنی اگه ذره‌ای میشد روی این صحبت کرد، الان شما در نظر بگیرین از فردای حاکمیت جمهوری اسلامی که وکلای شریف و حقوقدانان شریفی به لایحه قصاص تنظیمی آقای سید محمود بهشتی اعتراض کردن تا به امروز مقالات زیادی نوشته شده، سخنرانی های زیادی شده، اعتراضاتی شده. این اعتراضات هم در قالب لوایح تقدیم به دادگاه ها بوده و هم به اشکال مختلف، هیچ تغییری صورت نگرفته و همینطور که میبینین این آقای لاریجانی هم هر وقت صحبت میکنه میگه که ما قصاص رو نمیتونیم تعطیل بکنیم چون که این یک حکم اسلامیه. آقای محمودی، این سوال برای من پیش میاد. حوزه قانون قوه قضاییه، وقتی عده‌ای از حتی روشنفکران سکولار همدلانه با دولت‌های به اصطلاح در گیومه اصلاح طلب میشن و در این انتخابات نوید تغییراتی رو میدن، خب در حیطه قوه قضاییه و این قوانین در واقع ضد انسانی قرار نیست که تغییر رخ بده. آیا ما نمونه هایی داشتیم از دولت های گوناگون به نام دولت های اصلاحات و دولت آقای روحانی، نمونه هایی داشتیم که بخواهن تغییری به وجود بیارن، لایحه‌ای در اختیار مجلس بگذارن برای اینکه مثلا قانون قصاص تعدیل پیدا بکنه، انجام نشه، دولت در اجرای حکم نقش داشته باشه، شهروندان رو مداخله نده؟ آیا چنین چیزایی داشتیم؟ طبیعتاً نبوده، اصلا امکان پذیر نیستش. حتی قوانین رفته رفته هم بر علیه زنان هم بر علیه اقشار مختلف انسانها در جامعه شدیدتر شده. مثلا در حوزه حقوق زنان
ما میبینیم که هر روز قوانین مختلفی تصویب میشه که به نوعی محدودیت ها رو گسترش میده. الان که دارن لایحه صیانت از حریم عفاف و حجاب رو به مجلس میبرن، بله، تصویب کنن. اون بخشی از قضیه است، یا بحث این آمران معروف و ناهیان از منکر، دقیقاً، که تا به حال هم به نوعی خلأ نبوده در این مورد. و من فکر کنم که این بحث بیشتر بحث امنیتی هستش، چون که قانون حمایت قضایی از بسیج هستش که اونها رو مسئول از هر گونه مجازات میدونه و اونها آزادن که خیلی راحت تو کوچه و خیابون متعرض بشن. حالا اسید پاشی رو نگفته، ولی خب وقتشون دستشون بازه، خب راحت اسید پاشی هم قصاصی هم صورت میکنن. نگیره، بله، و قصاص در مورد اونها، بله، اون خبرنگاری که مثلا این خبر رو پخش کرده شب تو خونهش دستگیر میشه، ولی اینها در روز روشن و الان همه جا به برکت عدم امنیت جمهوری اسلامی دوربین های مدار بسته هستش تو همه خیابون ها، جلوی هر مغازه‌ای اینها وجود داره، و با وجود این دوربین ها هیچ مظنونی هم در حقیقت دستگیر نشه. به نکته جالب اشاره کن، در واقع این قوانین قرار یه نوع مسئولیت دیپلماتیک برای لومپام پرولتاریای جمهوری اسلامی، یعنی بسیج، فراهم بیاره که با دست باز هر جنایتی رو در خیابون. خب این افراد از اول هم در حقیقت این مسئولیت رو داشتن، یعنی از فردای 22 بهمن 57 این چماقدارها در صحنه بودن تا به امروز. در مقطع 58 59 60 خب یه عده رو با لباس شخصی هدایت می‌کردن تو خیابون‌ها، میتینگ‌های گروه‌های سیاسی رو با هم می‌زدن، خیلی راحت با چماق و پنج بوکس و چاقو و قمه و اینا به جان مخالفین سیاسی می‌افتادند. و امروز هم که به اون شفافیت مخالفتی در بطن جامعه وجود نداره و تمام گروه های سیاسی رو به نوعی قلقم کردند، زورشون میرسه به این که جلوی مرد و زنی رو بگیرن، بعد بگن که شما چه نسبتی با هم دارین، یا خانومی که یه خورده آرایش داره یا موهاش بیرونه راحت بیان اسید بپاشن. و این مسئله پونز یه چیز در حقیقت مشخصی بوده، در مقاطعی دستشون بود پونس این بسیجی ها و میزدن به پیشانی خانم هایی که آرایش داشتن اینا. به هر حال این لومپن ها یا لباس شخصی ها یا بسیجی ها همیشه میداندار بودند و ما ببینیم که هر روز بیشتر سعی میکنن قوانین در حمایت از افکار و عملکرد غیرقانونی این قشر لومپن باشه، شاید به این دلیل که گستره آزادی یا آزاد بودن نیز داره روز به روز بیشتر میشه و میبایستی مهارش کرد دیگه از قدرت دولت و چند ملا و فرامین و تذکر و تنبیه و زندان گویا خارج شده، میبایستی حالا افرادی به میدان بیان، به خیابان بیان. من تجربه‌ای داشتم، یعنی گزارشی داشتم از یک دختر جوان از ایران، برام نوشته بود من چادر رو انتخاب کردم، پوشش اسلامی رو انتخاب کردم به چند دلیل. یک، اینکه اون ترس روزانه‌ای که من باید اسید رو روی پوستم و گوشت و صورتم لمس بکنم، اون سوزش و اون ترس از من دور میشه. دو، فرهنگی رو که این جمهوری اسلامی پرورانده، نوع لومپنیزمی رو که پرورانده که باعث شده من دختر جوان مورد انواع تجاوزات لفظی، نگاهی، لمسی در جامعه خودم قرار بگیرم، نه از میان نیروهای وابسته به نظام، حتی که از شهروندان عادی، من رو جدا میکنه. یعنی در واقع زن میره پای خودسانسوری برای اینکه بتونه از یک حداقل سلامت برخوردار بشه، و این میتونه همون نتیجه باشه که جمهوری اسلامی میخواد بپرورونه با این وحشت و
هراس بکنی. طبیعتاً به هر حال حضور زن در جمهوری اسلامی در عرصه اجتماع با توجه به اون بینش ایدئولوژیک خطر آفرینه. خب دوست دارن که خانم ها همش تو خونه بشینن و غذا بپزن و بچه داری بکنند، مشاغل بیرون نداشته باشن و اصلا بیرون هم نیان. و طبیعتاً زمانی که خب خانمی با حجابی کمتر و یا آرایشی بر گونه بیرون میاد، این رو حاکمان اسلامی بر نمیتابند و از بازوهای فشار خودشون که تو اکثر کشورهای که به نوعی مبنای ایدئولوژیک داشتند، کشورهای مستبدی که در زمان خودشون مثلا آلمان هیتلری یا شوروی یا ایتالیا که در تمام اینها به نوعی از نوجوانها و جوانها به عنوان بازوی فشار استفاده کردند، در اینان هم استفاده میشه و به نوعی حمایت میشه. خب دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست. سحر مهابادی، او هم همچون ریحانه امروز در انتظار احتمالاً حکم قصاص خواهد بود و کمپین ها ادامه خواهد داشت برای نجات جان سحر مهابادی. ها، آخرین شاید توصیه شما به عنوان یک وکیل به ما رسانه ها و کمپین ها چیست؟ من اعتقاد دارم که اون دریچه‌ای که میشه وارد مصالحه شد در پرونده های قتل نباید مسدود بشه، حالا به هر طریق ممکن. و من واقعا از اینجا از همکاران وکیلی که سعی میکنند زمانی که اون دفاع حقوقی لازم انجام میشه و به نتیجه نمیرسه و سعی میکنند که دو طرف پرونده رو بکشونن به پای میز مصالحه و جان انسان دیگه‌ای سلب نشه، از اونها تشکر میکنم. یعنی کار اینها واقعا قابل تقدیر هستش، چرا که مهم این هست که یک انسانی کشته شده انسان دیگری هم کشته نشه. یعنی این فرهنگ انتقام در جامعه نهادینه نشه. بله، و خوشبختانه اواخر ما مشاهده کردیم که بیشتر خانواده ها هم خودشون این فرهنگ رو تونستند جا بندازن. گیلان که داشتیم، بله، جاهای مختلف داشتیم که خودشون فراتر از اون دید حاکمیت و اون دید اقتدارگرایانه و در حقیقت تمامیت خواه این اقدام رو انجام میدن و میبخشن. نقی محمودی به نکته جالبی اشاره کرد، یکی این که ما قادریم این تفکر رو ایجاد بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم، ذهنیت پروری بکنیم که قانون قصاص را مردم دور بزنن و نپذیرن به گونه ای که در همون چارچوب امکان پذیر است براشون. اما ما به عنوان رسانه هایی که در این کرانه آزادی قادریم حرف بزنیم، ما خود رو در محدوده دادگاه ها نمیبینیم. ما حق داریم از حق حیات در شکل کلی خودش دفاع بکنیم، حق داریم نفع قانون قصاص رو بخواهیم و این کار رو خواهیم کرد و میکنیم. این تنها فشاری است که به نظر من به درستی ما میتوانیم به پیکره و اندام و کلیت جمهوری اسلامی بیاریم و کار درستی است، کمپین درستی است، پایانش هم مشخص است، پیام ما هم به جهانیان در این رابطه کاملا مشخص و شفاف خواهد بود. به هر حال با همه این احوال سپاس از همه آن نهادهایی که همدلانه با برای نجات جان انسان همراهی میکنن، سپاس از تمامی اون عواطفی که در ایران در هر جای این جهان چه ایرانی چه غیر ایرانی همبسته با حق حیات بودن و نمیخواستن ریحانه و ریحانه ها اعدام بشن و کار کردن. و سپاس از شما نقیه محمودی
که با این نگاه نقادانه به موضوع نگاه کردید و نخواستید یک جانبه به داوری بنشینید. منم از شما متشکرم. همراه با نقی محمودی بهترین آرزوها رو برای شما دارم. شب و روزتان خوش.